از هم پوشیده، تصویر حق شده نگاه ما سوختن بود و شکستن. مگر آدمهایش کجاست؟ کودکانی که اینجا با بازی بودن، زیر کدام این ویرانه ها معصومانه خوابیدن؟ و چرا سکوت بیمناک در اینجا لانه بسته است؟ و نمی دانم پرندگان این آشیان به کجا کوچیدند. اکنون پس از آن طوفان مشت از پرنده زخمی و پرشکسته را در برداریم. همه چیز هویداست. وقت این خانه ها را ویران کرد، وقت سرنوشت انسان ها را با خون و مرگ بست، وقت آن آشیان خوشی ها و خواب ها را و ویرانه ها مبدل ساخت. چه می تواند و غیر از جنگ باشد؟ چه فضای درد. بغض گلوگیرش امروز می ترکد و فریاد می زند. ای مادر چرا می گریی؟ باز قلب مادران ما را با چه خنجر دریدند که چنین می گرید؟ نجیب، نجیب جان، نجیب، نجیب. نجیب کیست و چرا چنین می گریی و تو چرا تنهایی؟ بله، هموطن با احساس، جنگ کدام دره که نبود دقل باب نکرد که امروز دامن غم جنگ را می افشانند؟ مادران دل سوخته قسم می گوید. بالاخره انسان مادران دل سوخته قسم می گوید. بالاخره انسان زخم خورده و درد کشیده قسم می گوید. و قصه امروز قصه درد مادر است که مانند شمع سر تا پا در آتش جنگ سوخته است و آثار آن همه دردهایش جز این که می گوید من دیوانه شدم. ولی دیوانه شدم چیز دیگره نیست. من دیوانه هستم بچه، من صحابم خراب شده، من دیوانه شدیم بچه، من گفت من نمی بود. آره هموطن، چه خواهد گذشت بر آن مادره که سه فرزندش، سه دلبندش را به خون آغشته کردن و گفته خودش حتی که پارچه های بدن فرزند کوچکش را از دیوار خانه جوروب کرده بود. مادره که با چه زحمات برای بزرگ شدن عزیزانش می کوشید و بی صبرانه منتظر که کی این جگرگوشه هایش بزرگ می شود تا ثمر نهال های نشانده بر دل پرمهرش را روز حاصل کند. دریغا، زندگی خودم یادم رفته بچه، زندگی ندارم. تو بچه شازاده شازاده رو من چی مانده به من؟ زندگی ندارم، میرم گدایی میکنم پاکستان، میرم روز تمام روز گدایی میکنم. یک زن از گفیه من نگاهیت میکنم، اینه میگه این رو نگاه میکنم، تو رو میکنم تا که زنده سی هستی که وقت مردی گور کفن میکنم. زندگی منت شده بچه، زندگی نمانده به من. پاکستان که زور بودم خانه یکی کار میکنم، بگه چی کنم، بگه یک چیز یاد ندارم بچه، شما را من تقریف کردم بچه. جان با تیغ خونینش چون قاتل خونخوار دربشان را محکمتر از همسایش گوید و به قتل و کشتن پرداخت. بیایید بشنویم که کودک 12 سالش چگونه به شهادت رسید.
اول بسیار خوب زندگی داشتیم بچه، ما تو زندگی داشتیم که ما خود مردم خیر خیرات میدادیم. یا قبلی ما 3-4 تا درخت سیب داشت، هر کس که میامد یا خیرات، ما هیچ خالی کسی را نمیکشیدم. زندگیم خوب زندگی بود. دیگر روز 6 تا بوده محمود صبحکی و جنگا بود، راکت میامد اتر یگال بود که توبه. 6 تا بودیم بچه، یک پدرم از مسجد آمدن بچه خوردم بودم چند 12 ساله. شیرنین پدرم پوست کرد، ددان ازی کرد، ددانش کرد، پدرم بیرو برآمد. ما رفتم چای چاینک ماندم، گفت بابا به ما چای کن که گرسه هست کرد خواب باد چود آینا شکست. که در آمدم که بچه مچه نیست و پای شک چونست و سر شک چونست و لنگ شک چونست. در دیوالا لش شد یارا جارو کردیم، در خاک گوشتاش، مغزاش، سرش، چشمش، کلش. بعد از او باز دیگه ما اینجا زندگی یک چند وقت دیگه هم زندگی کردیم، دیدیم که روز زیاد راکت می آمد. درب بدبختی و سیه روزی برای مادر گشوده شده بود. بعد مرگ کودک عزیزش شوهرش را از دست می دهد و از وحشت جنگ برای دل درد دیدش مکانی می جست. دادم اگر آواز مهیب درد را نشنود، بدین امید ترک آشیان خون آلودش می کند و می رود. یکی سای منصب بود، یکی دیگه شام غریب کار بود، روز من رو غریبی میکرد، یک شام مکتب بود. دم جنگا و روز بعد در خاکدان خاک شدیم. خیلی بچه آمد میدانشار، میدانشار آمد 2-3 روز کار کردن، 2-3 روز بعد. او که توشه غم را برداشته و به عزم جای دیگر رخت بست تا دور از نشانهای درد رود. اما اگر از ملک بد روی، از بخت بد کجا روی؟ چند روزه که در ولایت وردک پناه گزین شده بودند و فرزندان جوانش به کار پرداختن و دنبال کار رفتن، مادر چشم بر راه عزیزانش بود که ناگه خبر بد شهادت هر دو چراغ خانه اش را می شنود. وای بر این مادره که حتی کسی نبود که نشه جگر گوشه هایش را بیاورد. یه روز ما روز سگه چیز نشد، زدم خدا کندم، مویای ما کندم، مردم جمع شد، خیرات جمع شد. چی کنم بچه تک من ندیدم، هم تو گورش کرده بودن، هیچ من ندیدم شما چه در میدان شور گورش کرده. ما هیچ ورده کس ناورده شد بچه، ناورده شد کس نبود. کیم بود که میاوردش؟ او بیادر داشت، پدر داشت، کی داشت که میاوردش؟ در ورده چه خو میدان شور ورده که ها جنگ بوده، تو جنگ بود، اینه تو تابوتا ماندگی بود از این سر تا اون سر، سرای تابوت ترس میکرده که چی جوانا افتیده بود. یک بچه از اون ماندک، یک سنویم بود، یک من بودم خلاد. از اون بچه اول، از بچه اولم، بچه کلانم، نامش میراجدین بود، نام دیگهش نجیب بود. چند وقت با سنویم 2 سال بعد رفت شوی کرد. او شوی کرد، من آمدم کتن این بچه کابل آمدم. از خانه برغوغا تنها سکوت ماند و سکوت، و از تمامی باغ هستیش فقط یک گل ماند و بس. و هر دو برای تنهایی یک دیگر می گیریند و می سوزند و برای یک دیگر زندگی می کنند. و زندگی بخور نمیره که آن هم این پسر کوچک آباد کرده است. روزانه فقط 20 افغانی در بایسکل سازی کار می کند. مادر کلان خود زندگی را باخته است، اما او برای یگانه شمع خانوادهش نگران است که چه خواهد شد. من از زندگی من چون پیسه که تو داری، من بودم دار سردار پیسه شما ده ولی اگه کل دروازه مواز کنه با قرآن، اگه دو پیاله داریم نوبت میکنیم، چای میخوریم، چی کار میکنه؟ 25 پر روزه کار میکنه، چی کار میشه؟ برو چی بخرم؟ چای بخرم؟ بوره بخرم؟ روغن بخرم؟ چی بخرم؟ روز معلم گفتش که یا کار کن یا مکتب بخوان.
با من قصه مکن گفر مادر کار کنه اگه روز به اینجا زری خدا بتبره مگم در خانه هم درس بخانه نه بچه من حسابم خراب من کسر نمشنه اینا مال تو رو دیدیم صبح میبینم میبینم ما خدا من میره کدام جای خود دیده بودم این دو زندگی که یک روز یک دیگ دال گفتم پخته کنیم دال پخته کنیم دل ما رفت چی کنیم هیچ چیز نیافتم بوته از کری در دادم او رو پخته کردم و دودبوی شد او خورده نشد چی قصه کنم بچه بیخی اصابم خراب شده دیوانه میشم من برایم بچه جوش میکردم زیر پایم میماندم از سکه خونک میگوردم نه باز یک همسایه ما برم پسرهایی که بسو خوال برسیم جوش میکردم او بچه هم سندلی رو برم نه جو رو بکر که باز میشتم بزرش که کت 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 آینا پاچایی ما پاسوانی شد از دان دروازه این قالین بود تا خانه یخچالمون چه ماندگی بود زندگی بود خانه بود بچه امسای من سر بود تفنگ چه در این جشک مبرا من کلا درست نیش که دیگه روش از این بطر من چی کنم یعنی چی کنم هیچ کس به درد نمی کنم که دولت که بچه من خبر ندارم هیچ چیز به ما کس نکمک ولی میاد کارت شهیدی بچه ایم هست این سال دیگه سال میتر بچه 2007 آه این سال دیگه سال پیش خوب بود چشم آباد میداد تجارا کمک میکرد آرد میداد لوبیا میداد روغن میداد نمیتر حالا هیچ چیز نمیتر هیچ چیز نمیتر اون از کارت من نشام نداد من خود من چی کارت من نشام صاحب منصب دیلم یک منصب دار خیر ببینه لا صاحب با مرشه ولا اگر زنده است خدا زنده داشته باشید اگر مرده خدا بباشید نو مادر میراج گفتم من اول بچه خوش هیچ چیز به کار جور گفتم من نمیتونم دگر باشه به من کتی کمک نمیره همون به من کمک کرد او روز هم رفتم گفتم شهیده رو نمیتا پیسا گفت نه مادر جان بشین این مات لیلا صدا که میکنم میراج دین شهید که میگه چی کنم آل دلم سخت بوده بچه مانه امشب تا شام ده زیارت شدم این بازی نیامد گفت بو بیا آمد جنگ ملامت است جنگ کدین انقلاب شدین شد کل مردم در بدر شد یک زن بیچاره جراب در پاش میگرده دیوانه شده او روز بغلم کرد ماچم کرد ماچم کرد تو ما خدا مره ایلا کنم میگه تو مواره شدی ای چی کنم ای چی خدا یارش خیر نتا پروردگار پا الهی خیر شامت الله تعالی انسان ها آدم ها خاموش کنید بانگ توفنده خمپاره و نارنجک را مرگزان نعره رگبار مسلسل ها را آه انسان ها آدم ها خاموش کنید پیرزن گریه کنان می نالد لحظه گوش کنید گریه کودک وحشت زده خورد مرا او از این بانگ مهیب می هراسد و به خود می لرزد می لرزد همچنان خوشه گندم نیست چون او می ترسم وای من نیست به خود می لرزم نیست چون او می ترسم وای من نیست به خود می لرزم هدیه تان چیست مگر همه نابودی نابودی و نابودی همه جا غرق به خون پیکر قربانی من نمیدانم هیچ من پیر با چنین دست نحیف و لرزان با چنین پای علیل و رنجور زندگی را چه کنم وای این پیکر آغشته به خون و بیدست پیکر همسر بیمار من است وای ای چشم در افتاده به خون خاک چشم وحشت زده دختر من دختر کوچک و بیمار من است کودک گهواره من نعره می شنوم نعره شوم هواپیما را رحم بر این کودک من ناگهان رد آسا خانه برانداز هواپیمای می گوشاید دم از خشم دهان مرموز پس دهان مرگ فرو می ریزد نعره شوم بپا می خیزد لحظه هر در
هر پنجره و هر آجر در فضا می رقصه. پیرزن خیره به گهواره خون آلود که دیگر از نفس کودک معصوم دیست زیر آوار فرو ماند. بعد فریاد جانگاه، پس از آن تاریکی، خاموشی با خاموشی. دگر تو ای تاریکی برو گم شو، قدم در به تمنای خود بنشستم تا به خورشید صبح، قدم در به تمنای خود بنشستم تا به خورشید صبح در انتظارم. او می آید، ما چشم براهیم، یک نفس آزادگی را غرق تمنای و آرزوی تأمین سال در سراسر سرزمین من و با امید روزی که دیگر چنین قصه های تکرار نشود، برنامه حاضر را به پایان می بریم.